که سپاهان و پدیده معادلات خیلی از مسائل به هم زدش و این خیلی از آقایون خوششون نیومد که این دوتا تیم خوب شهرستانی تونستن تو کورس رقابت، هرچند اذیت هم شدیم جفت تیما، ولی خب ما به راه ما ادامه میدیم. یقیناً هم فردای بازی بسیار سختی داریم. من در رابطه با بازی من به هر حال من مطمئنم که یکی از بازی‌های خوب خواهد شد و من بازی ماشین سازی رو گفتم سخته، چون میستم اونا میان لایه‌های دفاعی درست میکنن، چشم ضد حمله دارن و یه فوتبال بسته بازی میکنن، ولی فردا دوتا تیم یه فوتبال رو به جلو، یه فوتبالی که نتیجه گراز دنبال اینن که صحنه‌های زیبا خلق کنن و من امیدوارم فردا همچین اتفاقی بیفته. و خب ما هم دنبال سه امتیاز هستیم، من تیم ما اومده، ما برای برد میریم تو زمین. حالا واقعیت فوتبال اون موقعی که داور سوتو میزنه چه اتفاقاتی میفته، ولی تیم ما از هر نظر آماده است. تیممون بعد بردی که جلو ماشین، تیم خوب ماشین سازی، واقعا تیم ماشین سازی آیه مهاجری هم تیمشون بسیار تیم با برنامه به دست آوردیم، تیم از نظر روی روانی شرایط خوبی پیدا کرد. آیا بچه آماده هستن؟ محروم مصدوماتون برده داریم یا نه؟ خب ما یکی دوتا مصدوم که داریم، نه اینکه نشه. خدا شکر کمان هم امروز به جلسه تمرین ما رسید، حالا بعد از تیم پزشکی بپرسیم که چند دقیقه میتونه کمک کنه. بقیه هم خوبن سر حالا خدا رو شکر. خب اشاره کردی که به حال امسال به حال این دوتا تیم معادلات رو به هم باقی، واقعا هم همینطوره. ما چند سال شاهد این بودیم که قهرمان از هفته های قبل مشخص میشد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ حالا بحث سرمایه گذاری ها بوده یا بحث این که به حال تیم ها با انگیزه بیشتر وارد شدن تیم ها؟ البته به من چون دوست دارم واقعیت رو به مردم ما نظر هزینه ای تیم چهارم پنجم جدولی، بارها گفتم با سندم میگم و اعتقادم داریم که از نظر بودجه‌ای و هزینه ما تیم چهارم پنجم جدول و تیم پنجم جدولی. بعد خب خدا رو شکر یه همدلی، حالا از رأس کارخونه آقای دکتر عظیمیان به یه هیئت مدیره، مدیر عامل خوبمون، یعنی آقای تابش واقعا همه شاخصهای مدیر عاملی رو داره و خود زحمات بچه‌ها و از همه مهمتر به نظر من هوادارامون بودن و من فکر میکنم من قلعه‌نویی کمترین نقش رو داشتم، ولی اینکه تیم پارسال اون شرایط داشت و امسال بیاد با این بودجه کم نسبت به حالا 4-5 تا تیم بالای جدول این شرایط رو پیدا کنم، فکر کنم لطف خدا و اهل بیت و امیدواریم این دوتا بازی و جام حذفی رو با شرایط خوبی به پایان بریم که دیگه شرمنده مردم خوب اصفهان و طرفدارای سپاهان نشه. قاعدتا اینطور نیست به خاطر نتایجی که زیر تیم سپاهان امسال گرفته. و خب اشاره به هواداری کردید، فردا انتظار در واقع شما و در واقع خود سپاهان از هواداری خودتون، حتی هواداری پدیدی فکر کنم به خاطر فردا یه جورای ورزشگاه زیبای امام رضا مملو از جمعیت بشه برای این دیدن. ببین ما در طول فصل ممنون طرفدارامون هستیم، همه جا با ما بودن، حالا حتی اگه تعدادشون 100 نفر بود ولی به اندازه 100 هزار نفر برای ما ارزش داشتش، یعنی کم نذاشتن، هرچند در بازی پرسپولیس در حال رفتارهای خوبی باشون نشد، ولی جای دیگه که ما رفتیم، مثلا ما رفتیم اگه یادم باشه شهرستان جم که جا داره که از آقای مرزبان هم یادی بکنیم، هم زمینه مسابقه را در اختیارمون، هم حسینیه رو دادن طرفدار ما اونجا استراحت. تو فوتبال ایناش قشنگیشون، نه این که بزنن سر هم دیگر رو بشکنن و اینا. طرفدار ما برای ما سنگ تموم گذاشتن تو این، حالا چه اون سالایی که من بودم چه الان، چه اصلا در طولی که سپاهان داشته، اصلا بعد خدا علبه حضور این طرفدار رو باعث شده، چون موقعی که پول نبوده، حالا سپاهان یه موقعی شرایط خیلی سختی داشت، بعد از زیر نظر سیمان سپاهان، بعد فولاد مبارکه، همون موقع هم که پول نداشت این طرفدارا آمیش بودن و امسال هم خدا وکیلی برای ما سنگ تموم گذاشتن. آرزو من فقط برای شما دارم. مرسی از شما هم که زحمت کشیدید اومدید و اینا، انشالله همه با دل خوش بریم در درجه اول. امیدوارم یه بازی خوب باشه، یه بازی که طرفدارا لذت ببرن، حالا نتیجهش هم دست خداست. انشالله نتیجهش هرچی رقم میخوره به نفع سپاهان. انشالله. مرسی.